گوشه های از رویداد غمانگیز سیوک دایکندی یکی از بستگان قربانیان می گوید به هر عضو خانواده هم نزدیک به شست مرمی شلیک شده بود. یک عضو خانواده قربانی در سیوک دایکندی که هفته گذشته مورد حمله طالبان قرار گرفت با روایت از چگونگی تلف شدن خانواده اش از سوی نیروهای حکومت طالبان با نوشتن نامه از جهان عدالت خواسته است. عبدالرؤوف حکیمی برادر امین الله مالی حکیمی از قربانیان رویداد سیوک دایکندی در نامه سرگشاده روز جمعه 11 قوس از جامعه جهانی خواسته است که حمله بر دایکندی بخشی از نسل کشی هزاره ها است و باید محکوم شود. او در این نامه گفته است که نیروهای محلی طالبان به هر کدام از هشت عضو اش در دایکندی بیش از شست مرمی شلیک کرده بودند به گفته ای وی طوری که شستن اجسادشان غیر ممکن شده بود. وی در این نامه خود گفته است که آنان اجساد را با کفنهای آغشته در خون دفن نمودند. حکیمی شمار قربانیان را که در نتیجه حمله طالبان جان سه کودک به نامهای مهدی جعفری 14 ساله، محمد جعفری 11 ساله، انایت الله جعفری 12 ساله، یک خانم به نام مروارید جعفری و چهار مرد به نامهای امین الله مالی حکیمی، ابراهیم یعقوبی، محمد علم جعفری، شیر محمد جعفری و امیر جعفری یاد کرده است. در همین حال او می گوید که دست کم پنج عضو خانواده های قربانی هم در بند نیروهای محلی طالبان در این ولایت هستند و اگر توجه نشود ممکن است آنان نیز کشته شوند. حکیمی نیز در این نامه از مفقود بودن یکی عضو دیگر خانوادهش در جریان این رویداد خبر داده است وی با چگونگی اتفاق این رویداد و آنچه که بر خانواده او گذاشته است از جهان خواسته است که طالبان را در قبال این عمل کردشان پاسخگو بسازند عبدالرعوف حکیمی در نامش گفته است که هیچ حکومت قانونی و نهاد شفاف وجود ندارد که او بتواند در مورد تحقق عدالت در مورد خانوادهش به آن مراجعه کند. با این حال او می گوید که جامعه بین المللی سازمان های حقوق بشر و گروه های جامعه مدنی در سراسر جهان جنایات بیرحمانه و گسترده علیه خانواده های هزاره در ولایت دایکندی را محکوم و بر طالبان فشار بیاورند که اعضای در بند این خانواده ها را آزاد کنند. اواخر هفته گذشته نیروهای طالبان بر روستای سیوک شیبر رو دایکندی حمله کردند و در نتیجه هشت عضو یا خانواده به شمول کودکان جان باختند.